دوستان عزیزم سلام، من ماما مری هستم، با یک آموزش جدید مهمون خونه های شما هستم. از اونجایی که توی ماه مبارک رمضان قرار داریم و خیلیاتون دوست دارید که زولبیا و بامیه توی خونه هاتون خودتون درست کنید، نیاز به شربت بار دارید. برای همین امروز براتون آموزش شربت بار رو دارم. این شربت برای تهیه زولبیا، بامیه، باقلوا و گوشبیل کاربرد داره. شما میتونید این شربت رو به میزان زیاد درست کنید و توی یخچال نگهداری کنید و هر وقت خواستید این شربت رو از یخچال بیرون بیارید، گرمش کنید و برای شیرینی های مختلف ازش استفاده کنید. خب عزیزان، برای تهیه شربت زولبیا و بامیه چند تا نکته بسیار مهمه که بدونید. شربت زولبیا بامیه از خود زولبیا بامیه خیلی مهمتره، چون اگر شربتتون خوب در نیاد رو کیفیت زولبیا و بامیه شما اثر میذاره. برای اینکه این شربت خیلی خوب در بیاد و عالی بشه و بتونید زولبیا بامیه های خوبی داشته باشید، حتما از جوهر لیمو استفاده کنید که مطمئن باشید این شربت شکرک نمیزنه. اگر از آب لیمو استفاده کنید ممکنه شربتتون شکرک بزنه. همچنین از 2 قاشق گلوکوز استفاده کنید، چون گلوکوز هم تو قوام آمدن شربت بهتون کمک میکنه و همین که زولبیا بامیه هاتون خیلی براق میکنه. همچنین بهتره که برای درست کردن این شربت از قابلمه های استفاده کنید که مسی باشن و کف قابلمه ضخیم باشه، یا از قابلمه های چدنی استفاده کنید یا قابلمه های استیل که کفشون چدن داشته باشن، به خاطر اینکه این چدن ضخیم باشه و حرارت آروم آروم به شربت ما منتقل بشه. اگر از قابلمه های با جداره نازک استفاده کنید حرارت سریع به شربت شما انتقال پیدا میکنه و 2 مرتبه ممکنه شربتتون شکرک بزنه. خب، مواد لازم برای تهیه شربت زولبیا و بامیه: 4 لیوان فرانسوی شکر، 2 لیوان فرانسوی آب، 1/2 قاشق آب لیمو، به میزان دلخواه آب زعفران دم کرده، 1/4 لیوان گلاب، 2 قاشق گلوکوز، 1/2 قاشق چایخوری جوهر لیمو و 1/2 دانه هل. برای شروع کار چه کار کنیم؟ خب عزیزان، ابتدا قابلمه رو میذارم روی گاز. از اول کار تا آخر کار شعله ما بایستی رو درجه کم باشه. بعد بهتون میگم که تو ادامه کار بایست شعله رو هم از حالت کم به حالت سوزنی در بیارید، ولی فعلا شعله روی درجه کم باشه. 2 لیوان آب داشتیم، میریزم داخل قابلمه و صبر میکنم تا این آب شروع کنه به جوش اومدن. خب عزیزان، همونطور که میبینید آب ما به جوش اومد، من شکر رو 1 جا اضافه میکنم. دقت کنید که اصلا نبایستید برای حل شدن شکر توی این آب از قاشق استفاده کنید، مخصوصا قاشق فلزی. اجازه میدم که این شکر خود به خود توی آب حل بشه. شعله گازمون همچنان رو درجه کم هست، اجازه میدیم که این شکر آروم آروم توی آب حل بشه و فکر میکنم تقریبا 10 دقیقه الی 15 دقیقه زمان ببره تا این شکر حل بشه. اگر خواستید شکراتون زودتر توی این آب حل بشه، 1 قاشق چوبی بر میدارید، از کناره ها شکر رو میکشید به سمت وسط. خیلی آروم این کار رو انجام بدید که قاشق چوبیتون برخورد به دیواره های قابلمه نکنه. همونطور که خدمتون گفتم اصلا نباید از قاشق فلزی استفاده کنید. در همین حد کافی. خب عزیزان، میبینید که شکرمون توی آب حل شد. تقریبا 10 دقیقه الی 15 دقیقه این شکر روی گاز مون تا شکرها کاملا توی آب حل شد. الان نوبت اضافه کردن جوهر لیمو هستش. من جوهر لیمو رو اضافه میکنم، بعد از اون گلاب رو اضافه میکنم، و همینطور زعفرانمون رو. خب
زعفران رو اضافه میکنم، رنگش رو کنترل میکنیم ببینیم آیا رنگ دلخواهمون رو به دست آورده یا نه. اگر خواستید پر رنگ تر از این بشه میتونید آب زعفران بیشتری اضافه کنید، این دیگه سلیقه‌ایه. ما از مواد مختلفی میتونیم برای طعم و عطر شربت بار استفاده کنیم، ولی ما توصیه‌مون برای ماه مبارک رمضان و برای تهیه زولبیا و بامیه گلاب و آب زعفرانه. الان آروم آروم با قاشق چوبی شربت رو هم میزنم، ولی خیلی با دقت این کار رو انجام میدم که قاشقم به دیواره ظرف برخورد نکنه. من دوست دارم که رنگ شربتم از این یه ذره پررنگ تر بشه، برای همین با اجازه شما یه مقدار دیگه ای آب زعفرون اضافه میکنم. خب عزیزان، حالا نوبت اضافه کردن گلوکوز هستش. ما دو قاشق غذاخوری گلوکوز نیاز داریم. این گلوکوز میبینید که خیلی شفافه و براقه. من به اندازه دو قاشق غذاخوری از این گلوکوز انتخاب میکنم و میبرم میریزم داخل شربتمون. این گلوکوز به سختی از قاشق جدا میشه، بنابراین حوصله کنید، چون نبایستی اصلا این قاشق فلزی داخل شربت بره. همینطور نگرش میدارم تا آروم آروم این گلوکوزا وارد شربت بشه و بعد قاشق دوم رو هم اضافه میکنم. شما میتونید این گلوکوز رو از لوازم قنادی ها تهیه کنید، قیمتش هم خیلی زیاد نیست، ولی یه چیز لازمیه که برای تهیه بعضی از شربت ها شما لازم دارید. قاشق دوم رو هم اضافه میکنم. قدیم و وقتی زولبیا بامیه توی خونه ها درست میکردیم براق نمیشد، خیلی سطحشون کدر میشد، به خاطر اینکه قدیما نمیدونستیم باید گلوکوز رو هم بزنیم. با این روش شما میتونید زولبیا بامیه های ترد و براقی مثل زولبیا بامیه هایی که از قنادی ها تهیه میکنید توی خونه، البته با کیفیت بهتر، شما تهیه کنید. آروم آروم با قاشق چوبی یک کمی حرکت میدم شربت رو. از اینجا به بعد زمان میگیرم 15 دقیقه این شربت بایستی روی گاز بمونه تا قوام بیاد. اگر شربت شما قوام کافی رو نداشته باشه زولبیا بامیتون نرم میشه، و اگر خیلی قوام داشته باشه و خیلی غلیظ بشه زولبیا بامیه شما شکرک میزنه. غلظت شربتتون بایستی مثل عسل روان بشه. ما چند تا قاشق آب لیمو داشتیم، با یک برس میزنیم داخل این آب لیمو و میبرم کنار قابلمه رو، جدار ظرفمون رو شروع میکنیم با آب لیمو تمیز میکنیم. این کار باعث میشه که شربت شما شکرک نزنه. تو این 15 دقیقه که شربتمون روی گاز داره قوام میاد، من این کار رو 7-8 بار انجام میدم. خب عزیزان، شربت ما دیگه قوام اومده بعد از یک روب. من زیر گازو خاموش کردم ولی هنوز گرمه، داره میجوشه. اگر یادتون باشه من چند تا دانه هل داشتم، این چند تا دانه هل رو با دستم شکستم و الان میندازم توی شربت که بوی هل توی این شربت بپیچه و شربتمون خوش عطر بشه. گلاب و زعفرون و هل، سه تا ماده ای که خیلی روی طعم و عطر این شربت ما مؤثره. خب عزیزان، برای اینکه من متوجه بشم شربت بارم قوام اومده یا نه، یه مقداری از این شربت رو میریزم داخل یه بشقاب کوچیک و بشقاب رو شروع میکنم به حرکت دادن. ببینید وقتی که به این سختی داره میاد پایین، یعنی اینکه این شربت ما قوام اومده، ولی اگر خیلی سریع و روان حرکت کرد یعنی اینکه شربت شما هنوز قوام نیامده.
پس این یکی از روش‌هایی هستش که شما میتونید استفاده کنید و متوجه بشید که شربتتون قوام اومده یا نه. کار دومی که میکنید اینه که یه مقداری از این شربت رو بین دوتا انگشتتون قرار بدید و ببینید آیا خاصیت چسبندگی داره، یه حالت مویی بین دستتون ایجاد میشه از این شربت یا نه. اگر به این حالت رسیده یعنی اینکه شربت شما قوام اومده و کیفیت لازمه رو داره. عزیزان همراه من، شربت بارمون آماده شده، میبینید که بسیار خوش رنگه. امیدوارم که این برنامه آموزشی ما رو پسندیده باشید. شما رو تا یک آموزش دیگه به خدای منان میسپارم. خدایا رو نگهدارتون.